سال آبی 1401-1402 در ایران در حالی به پایان رسید که بارندگی 14.3% کمتر از متوسط بلند مدت بود و این سال لقب سومی خوش‌سالی پیاپی ایران را به خود اختصاص داد. حال مدیر عامل آب‌های کشور گفته که در حال گذراندن چهارمین سال پیاپی خوش‌سالی در کشور هستیم. با هم گزارش حیدر مجید را ببینیم. پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم به ویژه در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای طی سالهای اخیر مشکلات زیادی را به همراه داشته که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بخش‌های مختلف دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین پیامدها افزایش وقوع بلایای جوی اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی، چرخندهای حاره‌ای، بالا آمدن سطح آب دریا، طوفان، گرد و غبار و نظایر آن است که شایع‌ترین آنها در ایران وقوع سیل و خشکسالی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، خشکسالی یکی از مهمترین و شایع‌ترین بلایای جوی اقلیمی است که این کشور را متأثر می‌سازد. بررسی میزان بارندگی‌ها در ایران طی یک بازه زمانی 10 ساله نشانگر این است که ایران بارندگی‌های مورد نیاز خود را دریافت نکرده و در شرایط خشکسالی بوده است. طی چند سال گذشته اکثر مناطق ایران سهم بارشی خود را دریافت نکردند و آثار کم بارشی ها و کمبودها در طبیعت باقی مانده است، چرا که بارش هایی که ایران در گذشته دریافت می کرد وارد طبیعت شده و چرخه آب تجدیدپذیر را ایجاد می کرد و موجب تقویت آبهای زیرزمینی می شد، اما در 3 سال اخیر بر اثر خشکسالی هیچ کدام از این جریانات رخ نداده است. نتایج حاصل از برخی پژوهش‌ها جهت بررسی وضعیت خشکسالی در ایران نشان داده است که طی 30 سال آینده شرایط خشکسالی در ایران رو به افزایش خواهد بود و وضعیت خشکسالی در سال 2039 به مراتب بحرانی‌تر خواهد بود. برخی تحلیل‌ها هم حکایت از آن دارد که بخش عظیمی از ایران در 30 تا 40 سال آینده تبدیل به بیابان خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها و نظر کارشناسان محیط زیست، ایران در سال پیش رو با خشکسالی جدی و فزاینده‌ای مواجه است، به گونه‌ای که زندگی همه ساکنین آن سرزمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هاشم امینی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، دوره کنونی را 4th year پیاپی خشکسالی در کشور خواند و گفت با وجود پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌های نرمال و فرانرمال، شاهد کاهش بارش‌ها در پاییز امسال بودیم. او روز شنبه 25 آذر گفت کاهش بارش‌ها نگرانی‌ها را در حوزه منابع آب کشور افزایش داده است. احمد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی، بهمن ماه سال گذشته هشدار داده بود 90% مساحت ایران درگیر خشکسالی است. به گفته او خشکسالی در کشور انباشته شده و طی 2 دهه گذشته کمبارشی در برخی استان‌ها بیشتر از میزان بارندگی‌ها بوده است. بر اساس اظهارات مقام‌های رسمی ایران، 49% جمعیت کشور، یعنی 39 میلیون نفر از مردم ایران، در معرض خطر ناشی از فرونشست زمین هستند. آمار سال 95 نشان می‌دهد تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین 4,240,000 واحد برآورده شده است. هرچند بحران آب معضل جدیدی در ایران نیست، اما به نظر می‌رسد مسئولان بدون آنکه نقش عملی و برنامه‌ای برای عبور از این بحران داشته باشند، تنها به دادن وعده‌هایی برای رفع مشکلات اکتفا می‌کنند. از مهمترین معضلات بحران بی‌آبی و خشکسالی، مسئله مهاجرت ساکنان مناطقی است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند. کمبود شدید یا نبود آب، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و در برخی موارد معلق شدن ذرات گرد و غبار ناشی از بیابان شدن زمین‌های بایر کشاورزی، علاوه بر آنکه خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری دارد، منجر به مهاجرت ساکنان آن مناطق به شهرها و حتی کشورهای مجاور می‌شود و این موضوع عامل برهمزننده تعادل پراکندگی جمعیت است. اما بحران بیابی و خشکسالی در ایران تنها به دلایل زیست محیطی خلاصه نمی‌شود. به گفته کارشناسان محیط زیست، حفر هزاران چاه به طور بی‌رویه و کارشناسی نشده در سراسر کشور، برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی، سدسازی‌های غیر اصولی و ضد اکولوژیکی،
ورود آلودگی‌های جدید با مواد رادیواکتیو و انرژی‌های اتمی به آب‌های جاری یا ذخیره، تخریب جنگل‌ها و این دست اقدامات دولت در 40 سال اخیر منجر به نابودی محیط زیست ایران و سوق دادن آن به بیابانی به نام ایران خواهد شد. برای صحبت بیشتر در این باره، امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران با ما هستن. سلام و وقتتون بخیر. آقای فراغت، به غیر از دلایل زیست محیطی، خشکسالی در ایران به چه عوامل دیگری مرتبط است؟ درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین و اخبار چیه؟ دقیقاً به روش و منش مسئولان جمهوری اسلامی مرتبطه. اخیراً کنفرانسی در دبی برگزار شد که 28 کشور در اون شرکت کردند. اما جمهوری اسلامی به دلیل اینکه گفتن اسرائیل حضور داره شرکت نکردن. خب اگر این طور باشه چرا از 32 سازمان بین‌المللی که اسرائیل هست ایران از اونجا بیرون نمیاد؟ چرا از سازمان ملل بیرون نمیاد به خاطر حضور اسرائیل؟ چرا از یونیسف و یونسکوی که اسرائیل هم در اون حضور داره بیرون نمیاد؟ خود این عدم شرکت نشون میده که ما همه چیز رو به عوامل ایدئولوژیک ربط بدیم و این برای مملکت ما و آینده محیط زیست کشورمون به نظر من فاجعه است. فکر میکنم پاسخ به این سوال کاملا مشخص هست که این موضوع در درجه اهمیت مسئولان ما نیست. بله. آیا جامعه امروز ایران متوجه شده که چه پیامدهای زیست محیطی خطرناکی برای فرزندان و همچنین آیندگان ایران در پیش است؟ دقیقا مردم ایران به واسطه کمک‌های انجی‌های مردمی و کارشناسانی که در حوزه محیط زیست دارن کار میکنن متوجه شدن که بافت ایران خشک و نیمه خشکه و با کاهش منابع آب روبروه و روز به روز هم نرخ خشکسالی داره افزایش پیدا میکنه. بر همین اساس تو آینده احتمالات زیادی هست از تنازعات قومی به خاطر همون جنگ آبی که بارها مطرح شده و مهاجرت هایی که از مناطق کم آب صورت میگیره حتی به مناطق که آب داره و حتی خارج از کشور، اینها باعث شده که مردم گوش و حواسشون کاملا به این نقطه معطوف بشه. بر همین اساس هم از خود مردم انتظار هست، انجی‌های مردمی که بدون تعارف با این پدیده ضعف کاملا هوشیارانه برخورد کنن و در ابتدا به ساکن نسبت به موضوعات اینچنینی اصلاح الگوی مصرف رو در ساختار ذهنیشون تبدیل به یه روش و منش همیشگی کنن. ما تعارف نداریم، اگر نتونیم کنترل کنیم، چون احساس میشه مسئولان ما به توجه آنچنانی ندارن، اتفاقات ناخوشنودی در آینده فرض کنیم. بله جناب فراغت، آیا حل مشکلات محیط زیستی ایران برای مسئولان ایران در اولویت هست؟ من یعنی با ذکر یه مثال میخوام پاسخ به این سوالتون رو بدم. رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی در تاریخ 16 آذر به دانشگاهی میره که تو اون دانشگاه اون روز آموزش در شهر تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل و یا اینکه تبدیل به آموزش مجازی شده بود و یک بار هم به آلودگی هوا اشاره نکردن. سالهاست که آلودگی هوا و تعطیلی مستمر مدارس در فصل پاییز اتفاق میفته و هیچ اتفاق مثبتی رو ما در این زمینه ندیدیم از توی مسئولان که حل و فصلش کنن. نوک زدن به مشکلات مشکلاتی رو حل نمیکنه. این که تا هوا خوب میشه و معضل آلودگی هوا تمام میشه و فرد به فراموشی سپرده میشه فکر نمی کنم بتونه اتفاقات مثبتی رو ایجاد کنه و باید صادقانه ما دردها رو بیان میکنیم با امون روزنامه نگار. احساس میشه که مشکلات محیط زیستی در اولویت مسئولان جمهوری اسلامی نیست و غرق در سیاست خارجی و ایدئولوژی هاشون شدن و همین باعث شده که ما تمام مشکلات رو به صورت تکراری و هر روزه و هر ساله داریم مشاهده میکنیم. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران.